سلام بچه ها، خوش اومدید به یک ویدیو جذاب دیگه از بازی روم توتال وار فکشن یا خاندان مقدونیه. جنوب ایتالیا رو فتح کردیم. تو قسمت قبلی ارتش یکی از شاهزاده‌هامون رو فرستادیم نزدیک روم، پایتخت ایتالیا، جایی که سنای 4 تا خاندان رومی توی این بازی روم توتال وار 1 حضور داره اونجا و یک ارتش قوی اومد و شاهزادهمون رو و ارتشمون رو کلا از هم پاشوند. شاهزادمون مرد ولی ما تونستیم یکی از شاهزاده اونا رو بکشیم. نمیدونم شاهزاده بود یا جنرال، ولی خب یکی از اینا حداقل بود و کشتیم. پادشاهشون رو نتونستیم بکشیم. ارتش رسمی روم پایتخت ایتالیا داره توسط پادشاه و جانشینش و تو قسمت قبلی 5 تا جنرال، این دفعه فکر کنم 4 تا جنرال داره رهبری میشه. 3 تا ارتش کامل سوار نظام دارم آماده میکنم که برم و روم رو تسخیر کنم. خیلی خوب، زیاده گویی نکنیم و بریم تورن بعدی ببینیم که چه اتفاقاتی پیش میاد. سکه هم که دارن یه ارتش جمع میکنن تو خاک داسیا هستن، امیدوارم که به داسیا حمله کنن. البته دوست ندارم متحدان با هم درگیرشن، ولی خب ترجیح میدم که به اونا حمله بشه تا من. این ارتش هم از این پشت اگه ببرم، جاده این ساخته نشده از این طرف، برام دوست ندارم از این طرف ببرمش. این ارتش هم میارم اینجا و اینجا هم که این ارتش هم رو خارج میکنم ببینم این چند تاه. 1, 2, 3, 4, 5. خیلی خوب، شما 1, 2, 3, 4, 5. 3 تا جنرالمو میخوام بفرستم به جنگ رومیا. اوه، اینجا یه ارتش بزرگ هست و رومیا اگه سربازشون قوی شه و تکنولوژی سربازشون بره بالا خیلی برای ما خطرناک میشن. گزارش ساخت سربازها رو میده. ما یه ساخت ساز دیگه چک کنیم اینجا. این شهرمون ساخت ساز نداره. ترید رو براش میسازیم. اوه، کلوری استبل هم میتونیم بسازیم براش. خب زیاد برامون فایده نداره. این شهرمون مزرعه و اینا براش میسازیم. این شهرمون مزرعه و تمام شد؟ آره تمام شد. خیلی مهم نیست، مهم نیست. تو شمال هم که اوه، سکه ها چرا دارم میان این طرف؟ نه یاد داشت، نه ای که بازی رو داری خطرناک پیش میبری. اینجا بیام یک فورت بسازم که نتون از پل رد شه و این ارتش هم ببرم نزدیک پایتختم، یا همونجا بذارمش باشه نمیدونم. نه دوست ندارم اون وسط تنها بذارمش، میبرم نزدیک این فورت. میتونه برگرده که اگه به جفتش حمله شد بتونم برام کمک کنم. اینجا پادشاه هم اومده تو شمال مستقر شده و حس خوبی نسبت به این قضیه ندارم. اینجا خیلی داره درگیری و شلوغ پلوغی میشه، دوست ندارم این صحنه رو. خب این شاهزادهمو تا حد امکان میخوام بیارم جلو، بریم تو خاک دشمن. این شاهزادهمو تا کنارش بیارم. و بریم تورن بعدی. اوه، ارتش بزرگ رومی این ارتشمون رو تنها گیر آورد و بهش حمله کرد. 1362 نفر به 1000 نفر. سیستم میگه که میتونیم برنده این جنگ بشیم. خستگی دارن، نیروهاشون ضعیف‌تره، ولی دو تا جنرال دارن، دو تا فامیلی ممبر، یکی دو ستاره، 51 ساله و اون یکی دیگه هم 30 ساله بدون ستاره. وارد سوار نظام دیگه یا دارن یا نه؟ دو جنرال، دو سوار نظام. اوکی، ما هم که آلیوس رو داریم. آلیوس
2-4-6 ستاره 30 ساله است و تا الان که سرافرازمون کرده تو جنگا. ببینیم تو این جنگ چی کار میکنه. توقع نداشتم بهم حمله کنن وسط راه، ولی چون تنهاش گذاشتم فکر کنم موقعیت خوبی دیدن و حمله رو انجام دادن. خب منطقه بالو دست امیدوارم نباشن، اگرم بزرگ باشن میرن همونجا. خب یعنی اصلا طبیعتا گروهشون میکنم و شاید جای بدی هستیم. خب به این شکل میخوام به پادشاهشون حمله کنم اگه قبول کنن سربازای من. تو منطقه پایین دست هستن، یه دستور اتک دادم و رانو میزنم. امیدوارم به جنرالشون حمله کنن سربازای عزیز. به صورت ضربه‌ای میخوام وارد چم، نمیدونم دارم این روش رو تست میکنم. فوقش اینه که این ارتشم و دست خواهیم داد. خب دارم به صورت تکی دستور میدم. جنرالشون رو کشتین. اینجا داریم مورد حمله قرار میگیریم. سربازا اگه عقلشون بکشه جنرال دوست ندارم بره دور. شما بیان اینجا، یه نیروی اصلیمون داره دور میشه از ارتشمون. خب این بالا نیاز به پشتیبانی نیروها داریم. خب تونستیم دشمن اینجا شکست بدیم. خب ارتش زیاد مجهزی هم نداشت، ولی خب ما هم سربازمون متحدانه وارد میدون جنگ شدن. اینه که شما اینجا بیکار وایسادیم، برین اینا رو حداقل کانتینیو باتل تا جایی که بتونیم ازشون کشته بگیریم. ببینیم رو سمتان دوتا جنرالشون رو کشتیم تو میدون جنگ و ارتش باقی مونده شون هم تعقیب کردیم تا جایی که بتونیم میخواستیم ازشون کشته بگیریم. و با 1000 نفرمون تقریبا همشون رو کشتیم. 50 نفر کلا از میدون جنگ فرار کردن. سیستم میگفت اونا میبرن، ولی خب ما بردیم. این شاهزادمون واقعا رویه خوبی به ارتش میده و ارتش کامل اونا رو قشنگ نابود کردیم. دوباره بهمون حمله کردن. واقعا با اینا نمیدونم فازشون چیه. کشته میشید راحت پسرای خوب. هیچی ندارین شما. باشه مشکلی نیست، وارد جنگ میشیم. بریم سریع کار اینا را تموم کنیم. دوباره دستور حمله همه جانبه دادیم.
gods have filled the enemy general with fear. Now he flees the field like a coward. The gods be praised! The enemy's hearts are full of fear, and now they flee. خب ارتشش رو فکر نکنم بتونیم کامل نابود کنیم چون سوار نظام داره و از مرز تونست فرار کنه، ولی خب حداقل عقب نشینی کردن، اینش خوبه. از اون گوشه داریم یه بچه زرنگ کارتو میسازیم، ارتش سری اینجا جمع شه حمله کنیم، این سپاهش هم نابود کنیم. این یگانه کوچک ارتش نمیدونم چرا دوباره حمله کرد، فکر کرد که میتونه ما رو بزنه. برین آقا، برین آقا، حوصله نداریم، شما وایسا حالا برو. شما چرا وایسادی؟ هنگ کرده؟ خب جنرال این ارتششون رو کشتیم، حداقل کانتینی بتل. حالا بذاریم رو سنتون که سری کشته هاشون رو بدن و برن. خب تقریبا 80 نفر فرار کردن از 500 نفری که بهمون حمله کردن، 400 نفر رو کشتیم، 420 نفر نه بعد حمله کنن دیگه. ولی خب شانس آوردیم، شانس آوردیم که پادشاه این شاهزادمون خوب بود و تونست ارتش مدیریت کنه. سکام دارن ارتش وارد مرزمون میکنن، ارتش سوار نظامشون خیلی خوبه و دوتا ساحلمون هم که دوتا بندرگاهمون هم مورد چیز قرار گرفته، محاصره رومی ها. اینجا که یه ارتش خوب نمیتونیم داشته باشیم، ولی شاهزاده رو میتونیم تا پای دروازه روم بیاریم. این شاهزاده رو که آوردیم، این شاهزاده دیگر هم تا اینجا میاریم، این شاهزاده دیگر هم تا اینجا. وسطی به روم حمله کنه، این یکم جاش بده، این هم جاش بده، ولی برام مهم نیست دیگه. روم میتونه تقریبا 9 تورن زیر محاصره دوام بیاره، من 9 تورن رو صبر میکنم. البته چون پول دارم میخوام این ارتش کامل کنم. یه واحد گرفتیم. خب ساخت و سازها، فامیلی ها، درآمد خوبه و ساخت سربازها، ساخت سربازها داره کم میشه. تو این شهرم که سکوها دارن نزدیکش میشن، دوست دارم که دوباره سوار نظام ساختن رو شروع کنیم به شدت. و تو این شهر مرزیم با سکوها دوست دارم سوار نظام ساختن رو شروع کنیم دوباره. خب کل پولمون رفت، ولی خب این دوتا شهر شروع کردم به تولید سوار نظام. اینجا که شاهزادم با یه ارتش کامل وایساده، ببینم سکا حرکتشون چیه. ما قراره به یا داسیا یا سکا حمله کنیم، جفتشون هم متحد مان و ولی با هم دیگه اتحادی ندارن. میخوام ببینم سکا ارتشش وارد مرز ما کرده، قصانیتش چیه، میخواد چیکار کنه. خب بریم تورن بعدی، زیاد معطلش نکنیم، ببینیم که ارتش روم چه تصمیمی میگیره، چطوری میخواد با همون مقابله کنه. البته ما باید با اون مقابله کنیم بیشتر. و این شاهزاده 2 4 6 8 ستارمون واقعا خوب داره عمل میکنه، راضیم ازش. برو بریم چه تصمیمی میگیره. آره نگاه کنیم، به ضعیف‌ترین ارتش هم حمله کرد و
ولی خب خدا رو شکر ارتش دیگه هم میاد کمکم. این ارتششونه و این بار سیستم پیشبینی کرده که قدرتمون برابره. البته ما با دو ارتش دو برابر اون نیرو داریم و اون فقط با 1100 نفر. اوکی بریم وارد جنگ شیم و بذاریم ای‌آی کمک کنه. خدا شکر شهر روم تو این جنگ دخالت نکرد چون از سه طرف داخل محاصره است و نمیتونه از شهر خارج شه. خب نیروها احتمالا از طرف شهر اون شهر روم بچه ها اون شهر روم تحت محاصره است سه جهت. نیروهای دشمن از این طرف حمله کردن، نیروهای کمکی احتمالا از اون طرف بیاد. پس من میخوام نیروهای دشمن رو به دو دسته تقسیم کنم، میرم این گوشه، امیدوارم که یارامونم سریعتر برسم. نیروهامو میخوام بیارم تو این جنگل پایین جاشون بدم، گروهشون میکنم، شیفت 4 میزنم اینجا و شما از گروه خارج شو لطفاً و همونجا وایس. اینجا بیا وایس. ارتش هم تو جنگل قرار نمیگیره. این کجاست که تو جنگل قرار نگرفته؟ اینجا وایسی. اوکیه، خیلی استارت بتل میزنیم. ارتش داره از بالا جوینشون میده. من تو جنگل وایسادم ببینم که دشمن چی کار میکنه. ارتش رو سریع بیاریم این طرف. بچرخنمش. امیدوارم یارامون حداقل سریعتر وارد بازی بشن. خب دشمن داره نزدیک میشه. یارامون تازه دارن وارد مپ میشن. یه سریاشون البته رفتن سمت شمال. فرماندهشون رو سمت ما نذاشتن. مپ از اینجا درشتر کنیم. ارتششون به دو تیکه تقسیم شد. یگان سرباز ما اینجاست. دوست دارم همونجا باشه تو حالت دفاعی. خب ارتشم رو فرماندهشون رو اینجا گذاشتم. واقعا فرماندهشون رو اینجا گذاشتم. یکم میزنیم بره جلو ببینیم تصمیمشون چیه. اونایی که حمله کردن دارم بک میدم. خیلی خوب، الان وقت خوبیه بچه ها. پازو میزنیم چون مجبوریم که درست اتک بدیم و به فرمانده اصلشون اتک میگیم. همه این نیروها رو به فرمانده اصلشون اتک میدیم. چون یکم عقب نشینی کردن رفتن نزدیک اون یارای دیگه شون، هم اونا میتونن کمکشون کنن، همین که الان پشتشون به ماست ضربه خورشون بیشتره. اینو دوست دارم از گروه خارج کنم. مگه که این حمله تصمیم عوض شه. برو بریم. تو نقشه بینم یارم داره چیکار میکنه. داره نزدیک میشه. فاصله شون تقریبا با ارتش روم اندازه فاصله ما تا ارتش رومه. اینجا دو تا جنرال تنها گذاشته. آخ اگه اینا رو بکشید که عالیه. ارتش بگیرم. خب
دو تا جنرالشون تقریبا نیروهاشون از دست دادن، ما تحت نیزه های دشمن قرار گرفتیم، یه ریتریت دادیم. خب جنرالشون تنها اومده این طرف، میتونیم همشون رو بکشیم، قشنگ میتونیم همشون رو نابود کنیم. خب ارتش ما و جنرال دشمن وارد جنگ شدن، رفتیم توی یک جبهه، میخوام بزنم که بیشتر جنرالشون رو بکشم. خیلی جنگ سختیه و نباید جنرالمون رو دست بدیم. دارم تک به تک دستور میدم که یارا جنرالشون رو بیشتر بزنم. حالا دو تا یگانم زدیم این طرف، ولی خب بیشتر دارم جنرالشون رو مورد هدف قرار میدم. از این طرف بچه ها رو حرکت بدیم به سمت نیروی باقی مونده دشمن، جنرالمون دیگه بلوک بزنه، بچه ها ناامید نشن. خیلی پادشاهشون خوب داره مقاومت میکنه، یه نیروم کلا تسلیم شد. بکشید دیگه اینو. واقعا جنرالشون خوب داره کشته میگیره از ما. اونجا هم دوتا ارتش با هم درگیر شدن، سریع باید برم کمک ارتش بالا. امپراتورشون نمیمیره واقعا. اینا رو باید بیارم کمک. از این پشت دوست دارم که به این جنرالشون حمله کنیم. جنرال ما کشته شد؟ نه، جنرال دشمن کشته شد. خدا شکر جنرال دشمن کشته شد. و بریم به ارتش دشمن از پشت سر حمله کنیم. نیروها هم فعلا یکی یکی مأمور میکنیم تا باقی مونده دشمن رو نابود کنم. این شاهزادهش رو نمورده فکر کنم. ارتش روم هنوز اینجاست. بریم کمکش. خوبه دوتا ارتششون بودن، تونستیم با هم دیگه این ارتششون رو نابود کنیم. خب بزنیم روی سنتون. دو تا جنرالشون فقط تو این جنگ مردن، ولی خب تونستیم پادشاهشون رو بکشیم. کانتینیو بتل میزنیم. خب تموم شدن. نقشه رو یکم کوچیکترش کنیم. فکر کنم تموم شدن دیگه. بازی داره باگ میده. خب ما ارتشمون رو اینجا مرتب کنیم. تموم نشدن؟ تموم شدن. خب اگزیت بتل رو بزنیم. یس بردیم. قهرمان واقعا هیرویک ویکتوری بود.
ارتش سنگینی داشتن، ارتش اصلی روم، ارتش شاهزادگان مقدونیه. 33 نفرشون باقی موند، البته ما دو برابر اونا نیرو داشتیم، ولی خب اونا نیروهای سنگین اسلحه بودن و خیلی قوی تر از ما بودن. خب بچه ها چیز دیگه ای نمونده تا روم رو فتح کنیم. خب سکه ها میخوان به داسی ها عمله کنن، به ما هم گفتن آقا میای با ما عمله کنیم یا نه. قبول کنیم میریم طرف سکه ها، قبول نکنیم میریم طرف داسی ها. سکه ها قوی ترن، دوست دارم برم طرف سکه ها و به داسی ها عمله کنیم. خب یک همسر مناسب 16 ساله 2 ستاره پابلیک لویال داره، گود کاماندر هم هست، قبولش میکنیم. خب اینجا چی داریم؟ 10 بار پول، 10000 تا. شهری که ارتقا یافته و احتمالا بتونیم ساخت و سازهای خوبی داشته باشیم داخلش. دیگه چی داریم؟ بیزانتیوم، بالاخره این شهرم به ارتقای خودش رسید و ساخت و ساز انجام دادیم. خب یک شاهزادمونو این ارتش از دست داد، خدا کنه اون شاهزاده خوبمون نباشه. نه نیست، پسر پادشاهمون مرد، پسر دومش، پسر اولش هم که مرده بود اینجا تو جنگ قبلی کنار همین روم، دو تا پسرش رو اینجا از دست داد، ولی این دو تا نوه خودشون دارن قوقا میکنن. قشنگ پرستاره ها، این 31 سالشه، این 28 سالشه و هر دوشون اومدن کنار روم، میخوام برای پدر و پدر بزرگشون افتخار آفرینی کنن. خب اتحاد ما با داسیا شکسته شد ولی باهاش وارد جنگ نشد. اینش خوب. خب این ارتشمون رو یک این بزنیم دوباره ریسیت شه، اینا رو هم یه این بزنیم درست شم. چند واحد کم داره این ارتشمون؟ 10 تا. 10 تا رو وارد این ارتش کنیم. اینجا هم که یه واحدشو، نه از اینجا نمیشه، شما بیا اینجا، از اینجا روم رو مورد عنایت قرار بده. خب شما بیا بپیوند ایشون، ببینیم چی میشه دیگه اگه حمله کنه. خوب و اینجا هم که فقط جنرالاش فکر کنم موندن، این شد دیگه پادشاهت 53 سالگی. خواهش میکنم عزیزم، من پادشاهت کردم با کشتن پادشاه قبلیتون. و اینجا ساخت ارتش رو باید ادامه بدیم حتما، چون اگه 1% ببازیم اینجا ارتش داشته باشیم برای پشتیبانی. این شهرم که داره ارتش رو میسازه، تو شمالم که سکه، امیدوارم از مرزهای من برم بیرون چون اعلان جنگ دادم به دشمن. جانشین سکه اینجاست، آقای بلنیاری 44 ساله 4 ستاره و یه جاسوس ما داخل اینجا داریم، یک فامیلی ممبره و یه عالم اکسمن، نیروهای دفاعی خیلی خوب داره، خودش آماده میکنه برای یه جنگ بزرگ. و اینجا میبینی چه ارتش خفنی دارن سکا، واقعا ارتششون خوبه، سوار نظامشون عالی هن. یعنی از دور با تیرکمون که میزنن 7 اتک دارن، خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب بریم تورن بعدی، وقت رو تلف نکنیم، امیدواریم که بتونیم روم رو تو تورن بعدی فتحش کنیم. بله بچه ها حمله رو زد و ارتش هایی که میتونیم برای کمک خودمون برداریم. بچه ها نگاه کنیم، من دارم تیکا رو بر میدارم که اینا رو بده من فرماندهی کنم، حالا نمیدونم اگه نده که این جنگ رو میبازیم. یک جانشینشون اینجاست و یک فامیلی ممبر و دو تا واحد هستاتی. برو بریم این جنگ رو داشته باشیم، فتح روم. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین،
و تو قسمت بعدی این جنگ رو میذارم و امیدوارم که پیروز جنگ بشیم و به عنوان قسمت آخر چمپگین مردمیه به شما نشون خواهم داد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. حتما فردا اگر آنلاین دارین، یعنی آپدیت دارین ویدیو رو دنبال میکنه، اگر بعدها دارین نگاه میکنین، ویدیوی بعدی این قسمت، قسمت آخر چمپگین مقدونیه انشالله خواهد بود. دوستتون دارم. مرسی از تک تک حمایتاتون تا اینجای کار و بریم سراغ داشتن این پایان زیبا. امیدوارم البته. منتظرتون تو ویدیو بعدی هستم. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away.